این پیزای پنیر وطنی را حتما شما آماده کنین، بخاطر از اینکه بسیار خوشمزه و خوشطعم است. ببینید فکس قالب ایرا وار کردیم، یک قسمتاش یک ذره پایین تر است، بالا کش میکنیم. مساله نمک کلش به مقدار لازم اضافه گرفتیم، اضافه میکنیم. شما پنیر تراشک هم کرده میتونین، قسمی که قبلا شما دیدین پنیر ما کاملا تراشک کردم و این بار بهتر ریزه کردم. برنامه خدا برز سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه پخت و پز است و من شیر احمد در خدمت شما هستم. خدا کنه که تا پایین برنامه با ما باشین و امروز براتون یک غذای لذیذ آماده میکنم. امیدوار هستم این پیزای پنیر وطنی را حتما شما آماده کنین، بخاطر از اینکه بسیار خوشمزه و خوشطعم است و ما خواستم که امروز براتون در برنامه آماده کنم. و پنیر شما قدر زیاد نیاز نیست، یک 500 گرم پنیر گرفتیم. ان شاءالله پیزار که براتون آماده کردم دلا بالای برنامه با ما باشید. اما در ابتدا ببین که مواد لازمه ببینیم. خمیر 300 گرم، پنیر پیزا 200 گرم، پنیر وطنی 500 گرم، کچپ به مقدار لازم 2 عدد بانجارمی، کرم به مقدار لازم، زیتون به مقدار لازم، مساله زردچوبه و نمک به مقدار لازم. مواد لازمه را با هم یک جای دیدیم و آلا ساستا به خیر آشپزی را شروع میکنیم. در ابتدا خمیرش آماده میکنیم. اگر میخواین پیزیتان زودتر آماده شد و خوشمزه تر بیه، پیزی البته پنیر وطنی، در ابتدا خمیر آماده میکنیم، در داشت میمانیم تا یک 10 دقیقه 15 دقیقه که خمیر یک ذره آماده میشه. در اینجا باز مواد دیگیش هم یک ذره سرخ میکنیم آماده میشه. چه خوب است که خمیر را میگیریم. و در باره خمیرشان براتون بگیم که خمیر مایع اضافه کردیم، یک ذره یک دو قاشق روغن همراه تقریبا یک مقدار آرد، وزن شاید 300 گرم بوده باشه. و ایره باز خمیر مایع را که اضافه کردیم، آب گرم اضافه میکنین، خمیر آستا آستا آماده میکنین. اینقدر وقت زیاد هم نمیگیره، در وقت کمتر میتونین خمیرش آماده کنین. دوستا خوب بوارش میکنیم و بسیاری دوستای ما میتونن که خمیر تازه را از بازار هم میتونن بخرن، از نانبایی استفاده کنن. خمیرایی که رسیده باشه در پیزا میتونن شما استفاده کنین. اما یک چیز متوجه باشین، وقتی که در داش میمانین از 10 دقیقه الی 15 دقیقه زیاد نمانین، در حرارت کمی را میمانیم، یک کمک خمیر خود قبلا در داش آماده کنه. دوباره همراه موادی که سرخ میشه پنیر است و دیگه ترکاریش خام اضافه میشه، بازی را در داشت دوباره یک 10 دقیقه میمانیم آماده میشه. اگر در ابتدای را بانین نیم ساعت 25 دقیقه وقت میگیره که آماده شد. به خاطر کدام تمشه و کدام مشکل ایجاد نمیکنه، بسیار دوستای ما خمیر و مواد که پخته میکنه کلش یک جاده داشت اضافه میکنن. در اون صورت ها میتونین، اما به این شیوه که ما آماده میکنم مشکل نداره، برای شما بسیار خوب است. و خمیرش خوب انوارش میکنیم، قسمت هایش که یکمک دول تر است یا منوار شد و داشت هم قبلا روشن کردیم و درجهش یکمک بیشتر میکنیم تا خوب گرم شود. از قسمت هم خوب انوار شود دوستا. و امروز خواستم که خمیرم قبلا آماده کنم، بخاطر از اینکه باز وقت زیادتر نیاز است تا خوب خمیر آماده شود و وقدر باز منتظر باید نمانیم. همیشه وقت کارهایی که قبلا پیش از برنامه انجام میدیم کارهای بسیار آسان است و در برنامه که یادآور هم شیم شما میتونید آماده کنید. یک کم در دوگم خمیر انبار میکنیم. یک ببینید چقدر آسان انبار میشه دوستا. قالب هم میگیریم به اندازه قالب باشه و اضافهش میکنیم در قالب. اما پیش از این قالب یکمک چرب میکنیم، همیشه هم کوشش کنید قالب چرب میکنین. قسمتاش خوب چرب شوه. روغن تکرایی بود یکم ذره گرفتیم و قالب چرب میکنیم. و حال چه خوب است که
خمیر اضافه کنیم در قالب. از قسمت اضافهش میکنیم. بینید خم. و بسیار دوستای ما از تخم مرغ هم استفاده میکنه این قسمتاش، اما از خود امو پنیر که اضافه کردیم و غلاش از کچپ هم اضافه کنیم، بسیار یک رنگه که خوبه میگیره و منظم آماده میشه. ببینید فکس قالب ایره آوار کردیم، این قسمتاش یک ذره پایین تر است، بالا کش میکنیم، میریم طرف داش و داش هم آماده است، خمیره میمانیم. و آل دیگه آستاستا دیگه کار خود انجام میدیم. همیشه وقت متوجه باشین کدام کاری که ضروری است در ابتدا باید رو انجام بدیم تا در وقت کمتر بتانیم غذای خوب و یک غذای خوشمزه رو آماده کنیم. و سر میز جمع میکنیم دوستا، راتم آستاستا روشن میکنیم. بعد از این بخیر پنیر سرخ میکنیم و روغن تا که داغ می آماده میشه آستاستا پنیر آماده میسازیم. پنیر از این قسمت ها ریزه میکنیم و پنیر اگر سرخ هم نکردیم بسیاری هموطنان عزیز ما شاید به این شکل که پنیر است ایره اضافه کردن، اما که سرخ شوه بسیار یک طعم خوب می داشته باشه، خوشمزه تر آماده میشه. متوجه باشین یک کمک ایره سرخ کنید، به این اندازه ریزش میکنیم و پنیر سخت باشه، پنیر بتونه نباشه که امروی کار دور تو تمی کنید، پاشان پاشان نشه و تازان باشه. دوست ها و آستاستا دیگه روغن داغ میشه. شما دیدین که روغن قبلا مانده بودیم و ببینیم روغن داغ شده، یک کم در دگم داغ شده و بعد از اون پنیر اضافه میکنیم. و چه خوب است که پنیرها رو همیشه وقت یک سال ریزه شود، قسمی که قبلا براتون گفتیم. شاید بسیاری دوستای ما پنیر وطنی را هیچ وقت یک پیزه وطنی را از پنیر وطنی آماده نکرده باشند و از پنیرهای وطنی زیادتر استفاده کنیم، چرا که بسیار زیاد فواید فراوان داره و همیشه وقت کسایی که کمبود کلسیم داره از پنیر زیادتر لبنیات استفاده کنه. و اضافیش میکنیم آستاستا در قسمت کره اضافه شوه این قسمت ها اضافه میکنیم و دستمال ها میگیریم، سر تختر جمع میکنیم، آساس تا بانجرومی و کرم هم ریزه میکنیم. یک ذره دیگه هم دستمال بگیریم و پنیر در ابتدا که اضافه میکنیم مخلوطش نکنیم، توته توته میشه و متوجه باشید. بعد از اینکه خوب سرخ شد یک کمک باز میتونید توته کنین، آمادش کنین. و آل چی خوب است که بانجرومی را بگیریم و بانجرومی را ریزه میکنیم به این اندازه ریزه شوه. و بانجرومی را همیشه وقت دیده باشین در چیکن پیزا، پیزای گوشت گوساله، همیشه وقت کلان کلان خلق اضافه میشه، اما در این نوع پیزه را آماده میکنین، کوشش کنین بانجرومی را ریزه ریزه کنین، به این اندازه ریزش میکنین و همیشه وقت یکسان نمیباشه، هر پیزه که شما از هر طعم جور میکنین اما طرز تهیهش فرق میکنه. بسیاری دوستا فکر میکنن که هر پیزه را آماده کردین مشکل نداره، حتی در خارج پیزه ساس کچپ آماده میشه، همراهی ساس است، یک چند برگ نانا اضافه میکنن و پنیره. این هم یک غذای صبحانه از واس که همیشه وقت آماده میکنن، یکی از روزها حتما براتون آمادهش میکنیم. یک قدر دیگه شو ریزه میکنیم و آل یک بار مخلوطش میکنیم. پنیره ببینید یک طرفش سرخ شده، باید مخلوط شود، چهار طرفش یکسان سرخ شود. قسمت هایش که چسبیدگی داره جدایش میکنیم به این رخن. وقتی که پنیر سرخ شود و اینه در پالای پیزا اضافه میکنین و در پالایش پنیر پیزا اضافه میشه،
بسیار یک شکل خوبه و یک طعم خوبه می داشته باشه. همیشه وقت کوشش کنین که یک سان پیزا آماده نکنین و تفاوت هم میتونین که یک پیزای خوشمزه خوشمزه تر آماده کنین. و برگ کرم به مقدار لازم گرفتیم، ریزش میکنیم، هر قدر ریزه ریزه شوه در اتدا باریک بارید، دوباره خوب ریزش میکنیم. این از قسمت ها ریزه ریزش میکنیم، و آل آستاستا دیگه یک ظرف کلانه میگیریم و این ظرف نیاز نیست، دیگه قسمت میمانیم، دیگه ظرف کلان اضافیش میکنیم، امروی از این مساله نمک یا هم مخلوط میشه. این آله دوباره روی تخته را پاک میکنیم و آستاستا بخیر مساله را امرویش مخلوط میکنیم. پنیر هم که آماده شد دوران بالاش اضافه میکنیم. بسیار ساده آسان آماده میشه دوستا، و هیچ وقت فکر نکنید یک ذره مشکل شاید باشه. هر غذایی که شما آماده میکنید در ابتدا برتان مشکل معلوم میشه، اما قدر مشکل نداره، همیشه وقت راحت تر و آسان تر میتونید غذا را آماده کنید. برای چند دقیقه دیگه میمانیم و مساله را میگیریم. مساله نمک کلش به مقدار لازم اضافه میکنیم و خوب مخلوطش میکنیم. این رقم مخلوط شوه و آله هر تا خاموش میکنیم و پنیر هم آماده شد، بیشتر از این نیاز نداره، سرخ شوه اضافهش میکنیم همراه ترکاری یک جای. اما کم کم روغنی که خود پنیر همراهش هست همراه ترکاری میکس شوه، وقتی که در داش بازی آماده بشه یک رنگ خوب باز میداشته باشه. 4 طرفش خوب پنیر را جمع میکنیم و اضافهش میکنیم و خمیر هم قبلا در داش ماندیم چند دقیقه شده، خوب آستاستا آماده شده. این دیگه تمام شد و آله یک بار دیگه مخلوطش میکنیم این رقم همراهی مواد کاملا مخلوط شوه و آله چه خوب است که کاملا همگیش آماده شد و خمیره بیاریم از داش بیرون کنیم. کاملا پف کرده آماده شده و این قسمت هایش شار میتیم دوباره. کچپ میگیریم اضافه میکنیم دوستا و یک بسیار غذای خوشمزه را براتون امروز آماده میکنیم. البته پیزای پنیر وطنی است که کسایی که آماده نکرده، امیدوار هستم یک بار آماده کنین و ببینین که چقدر یک طعم خوبه داره، خوشمزه هم است. قسمت هاشم که چه بگذر زیادتر باشه، قسمت هاشم با کچپ چربش میکنیم که یک زینکی و همونطور سفیدک معلوم نشه، وقتی پختام میشه بسیار مقبول معلوم میشه. اگر شما از زردی تخم مرغ هم استفاده کنین مشکل نداره. قسمت ها کچپ یک ذره کم است، کاملا کفایت میکنه. و آله آستاستا پنیر میگیریم، ریزیش میکنیم دوستا، این آماده شد و یک دانه در این قسمت ها میمانیم، نازک نازک شه دم در وسط و ترکاری که آماده شده ای را اضافه میکنیم. خب انوارش میکنیم 4 طرف. شما پنیر تراشک هم کرده میتونین، قسمی که قبلا شما دیدین پنیر ما کاملا تراشک کردم و این بار براتون ریزه کردم که همراه کاردام میتونین ریزه کنین، خرد خردش هم کرده میتونین. دیگه قسمت هایش یک ذره کلانتر باشه فرق نمیکنه، اما بالاش یکمک یا اینه دیگه خیلی تمام شد، یکمک فشارش میدیم
اینجا میذارم میشه اینا رو بنی رخم فشار میدین که دوباره بازی رو توته میکنین پاش پاش نشه. زیتون اضافه میکنیم، زیتون هم یک کمک زیادتر، اینه دیگه به خیر آستاستا غذای ما آماده میشه. و دوباره پنیر یک کم داره ریزه میکنیم، کرایی رو این قسمت میبریم برای شما خوب دیده بتانیم، بینی اندازه ریزش میکنیم و آل اضافهش میکنیم بالای مواد که البته پنیر وطنی و زیتون ترکاری را که آماده کرده بودیم. حال دیگه میره طرف داش و ایره در داش میمانیم. یک پیزای بسیار خوشمزه و خوشتم است. امیدوار هستم شما هم کوشش کنین ایره آماده کنین. تقریبا درجه شام یک ذره بیشتر میکنیم و تا خوب هم تا پخته شوه آماده شوه. چه خوب است که آستا آستا سر میز ما جمع کنم و یک مقدار کچپ که مانده وقتی که پخته میشوه نیاز است که استفاده کنیم. همیشه وقت حساس پیزا استفاده نکنیم، میتونه کچپ هم همیشه وقت من استفاده میکنم شما استفاده کنیم وقتی کوتا دوباره بر میکردیم. حالا میریم طرف داش، کاملا یک رنگ خوب گرفته. ببخشید دوستا اینه دیگه بخیر آماده شده و قالبک شما اینجا میمانیم و حال چی خوب است که آستا آستا این از قالب هم بیرون کنیم روی تخته بانیم. این از قسمت کاردک گرفتیم بلند میشه اینه میخسم و قالب از شوی میمانیم. وقتی که پنیر اضافه میکنین کوشش کنین، بسیار دوستای ما هستن پنیر کم بریان میکنن یا سفیدک میزنن اون رو مطابق میلتان، اما پیزه پنیر وطنی رو آماده میکنین. قسمی که شما میبینین رنگ پنیر چقدر مقبول شده و یک کمک از زردچوبه همراه چهار مساله و نمک در حالت همراه کرم یک جایی رو که میکس میکنین بسیار هم خوشمزه و خوش رنگ میسازه. و یک چیز دیگر هم ناگفته نمانه که وقتی از روغنی رو بیرون میکنین زیادتر روغنش رو نتکنین، اندازه یک دو قاشق روغن همراه ترکاری هم میکس شوه خوب است همینطور خوبتر آماده میشه. و حالا چه خوب است که توتیش کنین از قسمت ها، اول یک بار توتیش میکنین دوباره باز خمیرش هم جدا میشه، پنیرش زیادتر است. شما میتونین مطابق میلتان بر اندازه که دوست داشتین و مو اندازه پنیر شپرتین و عزیز هم توتیش میکنین و پنیرش ما زیادتر انداختیم چرا که یک پیزه فامیلی که آماده میکنین کوشش کنید پنیرش زیادتر استفاده کنین. و آل اضافیش میکنیم در این ظرف، ظرف کلان گرفتیم ببینید کاملا بسیار یک شکل خوب داره و امیدوار هستم شما هم کوشش کنین و میشه و ایر آماده کنین. و چه خوب است که یار کت کارت ببرین دیگه قسم نمیشه، اینجا جدایش کنیم و باقیماندهشون به این شکل اضافه میشه در قالب، البته در قوری. دوستا امروز دیگه در قالب زیاد کار کردیم، هر دفعه قالب یاد میکنیم که در قالبی تو کنیم یک وقت فکر ما نمیشه دیگه دوستا، بخشش باشه. و چه خوب است که پنیر کار دیگه قسمت بانیم و یک پیزایی است که در بازار قدر پرخ آماده نمی کنن بخاطر چی که و بقدر پر مصرف اگر جور کنن اما باز نمیتونن دیگه که با مارکتشون زیادتر فایده برسه، یعنی تاوان میکنن. و اگر شما در خانه جور کنین بسیار منظم و خوبتر هم تو منظم آماده میشه. من توتایش هم کلانتر گرفتم، شما میتونید که خورتر هم جورش کنید مشکل نداره. اینه دیگه کاملا کلش اضافه کردیم دوستا، یکمک فاصله میتی میشه و آستا آستا دیگه رسیدیم به آخرین دقایق برنامه. یک قسمتش که مانده ایران در این ظرف اضافه میکنیم. امیدوار هستم شما هم کوشش کنید یک پیزی خوشمزه آماده کنید که چپم در پالیش میمانیم.
و یک مقدار پنیرش زیادتر من انداخته بودم و در پنیرش پنیر وطنی هم یک ذره پر باشه، بسیار خوب است، خوشتم و خوشمزه می و خمیرش هم یک ذره دولتر بگیرین وقتی که آماده میکنین، خمیرش باید زیادتر نازک نباشه. قسمی که شما میبینین خمیرش هم دولتر است و خوب میره، قبلا هم ماندم که یک مقدار خوب پخته شه و آماده شه. ما همیشه اگر خمیرش نازک‌تر رو میگیرم در ابتدا خمیر یک چند لحظه در داش میمارم و زیادتر خوبتر هم تو پیزای خوشمزه تر آماده میشه. بسیار دوستای ما هستن همیشه وقت میگن که ما وقتی که پیزا رو آماده میکنیم خمیرش بسیار قاق میشه، وقتی که نوشجان میکرد بوده مثل نان خوشگواره میشه. او دلیلش است که یک خوب درجه حرارت داش زیادتر میمانین و در پالیش امی ساسی که هست ایرام کمتر مندازه، ساسی یک ذره زیادتر باشه خمیرش نرمتر نگاه میکنه و خوشمزه تر آماده میشه. همیشه وقت متوجه یک ساس و پنیرش باشین در پالیش که هر ترکاری جور میکردین، پیزه ترکاری در پالیش، از حتی میتونیم که ما بگیم که از هر ترکاری شما میتونید در پیزه استفاده کنین، اما به طریقهش به موشیویش باید پخته شود که تا طعم خوب داشته باشه، خوشمزه تر آماده شد. و همچنان میتونین برنامه ما را در چینل یوتیوب طلو پخت و پز نشته کنین، برنامه ما در پیش شما میه و هر غذایی که شما دوست داشته باشین حتما امور آماده کنین و در پالویش در اینستاگرام برای 2 دقیقه برنامه ما را ترکیب میکنم کارای ما، اینستاگرام طلو را هم تعقیب کنین و همچنان در هب دریا برنامه ما را فراموش نکنین. اما روزه برنامه ما در هب دریا است و هر غذایی که شما خواسته باشین بسیار به موثر مندی میتونین ببینین، حتی بسیاری جایش یک ذره مشکل است براتون، 2-3 بار میتونین تکرار بیارین ببینین. اما در نشرات که ما یک گپ میزنیم دیگه یک بار شما دیده میتونین دوباره تکرار برنامه را ببینین. ناگزیر است ما شما خداحافظی کنیم و رسیدیم آخرین دقایق برنامه هستک و پیشنهادات انتقادات سالم شما ما منتظر هستیم و همیشه وقت ما خوش میشیم که یک دوست ما بر ما نظر میده، چرا نظر بهبود کار ما را خوبتر بسازد. تا برنامه دیگه خداوند نگهدار همه شما، شاد و خرم باشید.